خب داروی بعدی که در موردش صحبت میکنیم به عنوان یک داروی خط دوم درمان هستش ناتالیزومب. ناتالیزومب یک مونوکلونال آنتیبادی بر علیه در واقع آلفا 4 بتای اینتگرین است که خب در نهایت مکانیزمی که برای این دارو مطرح میشه از ورود لنفوسیت های تیسل به داخل CNS جلوگیری و در نهایت این آبشار التهابی در بیمار متوقف شد. توی مطالعات کلینیکال ترایال هم از لحاظ پروگرشن بیماری و هم از لحاظ ریسک ریلپس و هم زایات امارای تونسته به صورت سیگنیفیکانت این زایات رو کاهش بده. خب فقط نکته‌ای که در مورد ناتالیزومب وجود داره اینه که خب ساپرشن سیستم ایمنی شدیدی ایجاد میکنه توی مناطقی که مخصوصا میگن مناطق اندمیک از لحاظ بیماری سل هستن، حتما باید ارزیابی ها قبل از درمان برای بیمار شروع بشه و اگر بیمار مثلا یک هپاتیت بی غیر فعال داره و یا یک تیبی غیر فعال داره حتما درمان هایی براش قبل از شروع درمان با ناتالیزومب در نظر گرفته بشه و یا اینکه با یک متخصص عفونی در این زمینه مشورت بشه. خب دوزی که از داروی ناتالیزومب برای بیماران استفاده میشه به صورت 300 میلی گرم هر 4 هفته در طی 1 ساعت انفوزیون میشه. پس دارو هر 4 هفته با دوز 300 میلی گرم برای بیماران تزریق میشه. اما گفتیم که داروی ناتالیزومب یکی از مشکلاتی که ایجاد میکرد در واقع ریسک PML رو در بیماران افزایش میده. میگن اگر ما بیایم به جای 4 هفته هر 5 تا 8 هفته دارو رو تزریق کنیم برای بیماران، ریسک PML در بیماران به صورت سیگنیفیکانت کاهش پیدا میکنه ولی افیکیسی خیلی تغییری پیدا نمیکنه. برای همین ممکنه در برخی از پروتکل ها به جای هر 4 هفته بیان از هر 5 تا 8 هفته برای تزریق این دارو استفاده کنه. خب معروف ترین برندی که از داروی ناتالیزومب در بازار موجود هست برند تایسبری هست که با دوزاش فرم 300 میلی گرم در 15 میلی یک محلول تزریقی هست که مورد استفاده قرار میگیره. خب عوارض جانبی که ما از ناتالیزومب میبینیم یک سری عوارضی هست که خب خیلی لازم خطرناک عوارض خطرناکی نیستن ولی شیوع زیادی دارن: خستگی، اختلالات عملکرد کبدی، عفونت ها خب برای ما اهمیت دارن، واکنش های افزایش حساسیتی و واکنش های حین انفوزیون دارو در اثر ناتالیزومب که هر دو برای ما باز مهم است و افتراق این که کدوم واکنش واکنش حساسیتی است و کدوم واکنش واکنش وابسته به تزریق است. چون واکنش حساسیتی دارو بایستی سریعا قطع بشه برای بیمار خطرناک است، واکنش وابسته به انفوزیون میتونیم با پرمدیکیشن با آنتی هیستامین ها این دارو رو همچنان برای بیمار ادامه بدیم. خب واکنش افزایش حساسیتی در واقع با واسطه IgE در بیماران اتفاق میفته، در طی 2 ساعت از تجویز دارو اتفاق میفته و خیلی واکنش سریع است. پس واکنشی است که سریعتر در بیماران اتفاق میفته. برخی از ژنوتایپ ها مثلا اگر HLA DRB1 13 و HLA DRB 14 رو داشته باشن، اینها در ریسک بیشتری برای بروز واکنش های حساسیتی ناشی از داروی ناتالیزومب هست. خب علائمی که توی واکنش های افزایش حساسیت دیده میشه شامل کهیر، تنگی نفس، اختلالات همودینامی، یعنی همودینامی که بیمار به هم میریزه باعث افت فشار خون میشه و علائم حیاتی بیمار دی استابیلایز میشه، یعنی از حالت پایداری خارج میشه. اگر این علائم اتفاق افتاد سریعا بایستی انفوزیون دارو قطع بشه چون این علائم نشون دهنده واکنش حساسیتی ناشی از داروی ناتالیزومب است. خب واکنش هایپرسنسیتیویتی بایستی با واکنش ناشی از انفوزیون داروی ناتالیزومب افتراق داده بشه چون در واقع واکنش وابسته به انفوزیون رو ما نیاز به قطع درمان نداریم و میتونیم با پرمدیکیت کردن با آنتی هیستامین های H1 بلاکر و H2 بلاکر بیایم همچنان دارو رو برای بیمار تجویز کنیم.
خب علائمی که توی بیماران واکنش وابسته به انفوزیون دیده میشه مثلا خستگی، سردرد، یه حالت سرگیجه باشه، تهوع و تعریق هستش که بیشتر واکنش هایی هست که مربوط به واکنش وابسته به انفوزیون هست. خب پس این موارد رو ما میتونیم با آنتی هیستامین ها و اسامینوفن مثلا نیم ساعت قبل از تجویز دارو بیایم در واقع این علائم رو کنترل کنیم. مثلا اسامینوفن 650 میلی گرم، بیشتر دوزاش فرمی که بیشتر استفاده میشه اسامینوفن 650 میلی گرم و آنتی هیستامین ها مثلا دیفنیدرامین یا کلورفنیدرامین که بیشتر منابع مثلا دیفنیدرامین رو با دوز 50 میلی گرم و یک اشتو بلاکر هم برای افزایش سینرژیز میاد کنار اشوان بلاکر مورد استفاده قرار میگه، نیم ساعت قبل از تجویز داروی ناتالیزومب و بعد داروی ناتالیزومب انفوزیونش برای بیمار شروع میشه. این باعث میشه که واکنش های وابسته به انفوزیون در بیمار کمتر اتفاق بیفته. مورد بعدی هم که در موردش صحبت کردیم خیلی اهمیت داشت مخصوصا در مورد ناتالیزومب که با شیوع بیشتری اتفاق میفتاد، پی ام ال یا پروگرسیو مولتی فوکال لوکو انسفالوپاتی است. خب یک سری از ریس فاکتورها هستش که مثلا بروز پروگرسیو مولتی فوکال لوکو انسفالوپاتی رو بیشتر میکنه، مثلا جی سی ویروس اگر مثبت باشه خب قطعاً چیزش بیشتر هستش. مورد بعدی طول مدت درمان هست، میگن اگر بیشتر از 2 سال بیمار تحت درمان قرار بگیره ریسک پروگرسیو مولتی فوکال لوکو انسفالوپاتی بیشتر میشه. و مورد بعدی هم ما بیایم توالی تزریق رو طولانی تر کنیم، یعنی به جای هر 4 هفته اگر بیایم هر 5 تا 8 هفته برای بیمار تجویز کنیم افیکیسی دارو خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره ولی ریسک پی ام ال به صورت سیگنیفیکانت در بیماران کاهش پیدا میکنه. خب مواردی که برای درمان با ناتالیزومب توصیه میشه توی این جدول من نکاتی رو خدمتون عرض کردم. مثلا بیمارانی که بایستی ناتالیزومب دریافت کنن، نبایستی ناتالیزومب دریافت کنن، مثلا بیمارانی هستن ایمونو کامپرومایز باشن، بیمار کانسر فعال داشته باشه، بیماری ویروسی هپاتیت فعال داشته باشه، مثلا اکیوت وایرال هپاتایتیس رو داشته باشه، بیمار مالیگنسی داشته باشه که تحت درمان باشه و بیمار توانایی انجام امارای رو به صورت مانیتورینگ نداشته باشه. چون بیماران بایستی در واقع وقتی ناتالیزومب رو دریافت میکنن به صورت دوری حتما امارای براشون انجام بشه تا اگر زایات پی ام ال در بیمار ایجاد شده سریعا داروی ناتالیزومب در بیمار قطع بشه. اگر نتونه امارای رو هم انجام بده این دارو نبایستی در بیمار تجویز بشه. خب برای تجویزش توی افراد توی چه افرادی توصیه میشه؟ حتما بایستی به صورت مونوتراپی باشه، یعنی داروی دیگه نبایستی کنار این دارو تجویز بشه. اگر بیمار اینترفرون بتا و یا گلاتیرامر رو استفاده میکرده دارو بایستی قطع بشه، یک 14 روز وقفه بیفته و بعدش داروی ناتالیزومب برای بیمار شروع بشه. اگر بیمار آزاتیوپرین رو به هر دلیلی استفاده میکرده آزاتیوپرین قطع بشه، 3 ماه وقفه بیفته و بعد داروی ناتالیزومب برای بیمار شروع بشه. و اگر میتوکسانترون رو بیمار استفاده میکرده میتوکسانترون قطع بشه، 6 ماه وقفه بیفته و بعدش بیان سراغ داروی ناتالیزومب. حالا مثلا توی این 6 ماه میتونه از یک داروی مثل گلاتیرامر استفاده کنه و بعدش مثلا 14 روز قبلش قطع کنه تا بیاد در واقع بتونه از داروی ناتالیزومب استفاده کنه. خب یه سری از تست ها هم هست که به صورت بیسلاین برای بیماران انجام میشه، حتما نورولوژیک اگزامینیشن مایانت نورولوژیک بایستی انجام بشه تا اگر بیمار مثلا اختلال نورولوژیک داره در ریسک بالاتری هستش. بیمار بایستی از لحاظ HIV بایستی حتما بررسی بشه چون ممکنه باعث فلیر بیماری و تشدید بیماری بشه، چون ناتالیزومب یک بیماری یک ایمونوساپرسور شدیده. CVC انجام آزمایش های کبدی و امارای هم با کانترست حتما به صورت بیسلاین چک بشه. و بعد مانیتورینگش در واقع از لحاظ نورولوژیکی معاینات 3 ماه، 6 ماه و بعد سالانه بایستی انجام بشه و امارای را هم هر 6 ماه برای بیمار و بعدش به صورت سالانه برای بیمار انجام بشه. خب داروی بعدی که من خدمتون عرض می کنم داروی آلمتوزومب هستش.
آلمتوزومب هم یکی از داروهایی هست که در خط دوم درمان برای بیماران قرار میگیره. یک مونوکلونال آنتیبادی بر علیه CD52 است. در نهایت باعث کاهش جمعیت تیسل ها و ویسل ها در سیرکولیشن در واقع بافت‌های لنفاوی و خون میشه. این کاهش سیرکولیشن لنفوسیت‌ها در عرض چندین دقیقه بعد از تجویز دارو هم حتی میتونه ایجاد بشه. خب این دارو میتونه باعث کاهش بیسل ها بشه که بعد از قطعش این ریکاوری انجام میشه، ولی معمولا مثلا قطعش بعد از قطع طول میشه، مثلا برای بیسل ها ممکنه 8 ماه طول بکشه، برای تیسل هایی که CD8 پازیتیف هستن حدود 20 ماه و برای تیسل هایی که CD4 پازیتیف هستن حدود 35 ماه ممکن طول بشه و حتی در برخی از مواقع میگن سالها ممکنه طول بکشه تا این بیسل ها و تیسل ها ریکاوری بشن. خب آلمتوزومب مثل داروهای دیگه توی مطالعات نشون داده که نسبت مثلا مقایستش با اینترفرون بتا، فراورده اینترفرون بتا، به صورت معنادار تونسته ریسک ریلپس رو کاهش بده، ولی از لحاظ پیشرفت اون ناتوانی در بیمار خیلی معنادار نبود. با این حال بیمارانی که آلمتوزومب رو دریافت کردن تا 2 سال 77% بیماران ریلپس فری بودن، یعنی هیچ حمله‌ای رو از بیماری نداشتن. خب این خیلی ارزشمند هستش و حتی بعد از قطع دارو در واقع میگن تا 5 سال بیماران علائمشون به صورت معنادار در واقع کاهش پیدا کرده و فواید این دارو رو داشتن. خب این دارو با برند معروف لمترادا که دوزاش فرم 12 میلی گرم در 1.2 میلی‌لیتر داره، دوزینگش به این صورت هست که 12 میلی گرم روزانه برای 5 روز در سیکل اول برای بیمار تجویز میشه و بعدش دوز بعدی سیکل بعدی میفته 12 ماه بعد. خب 12 ماه بعد میان از آخرین دوزی که توی سیکل قبلی مثلا روز 5 برای بیمار حساب کردن، میان 12 ماه بعد از اون آخرین دوز، دوز بعدی سیکل بعدی رو برای بیمار شروع میکنن. سیکل های بعدی میاد 36 میلی گرم، یعنی 12 میلی گرم برای 3 روز. فقط سیکل بعدی رو، سیکل اول رو ما میایم برای 5 روز، از سیکل های بعدی دیگه 3 روز میشه. تا هر زمانی که بیمار بتونه استفاده کنه میتونیم از این دارو استفاده کنیم. خب عوارضی که از آلمتوزومب ما میبینیم یک سری واکنش های اوتوایمیون است. یعنی یکی از عوارضی که در مورد داروی آلمتوزومب برای ما اهمیت داره بیماری های اوتوایمیون هست که در اثر مصرف این دارو دیده میشه. خب این نوع بیماری های اوتوایمیون معمولا اختلالات تیروئیدی خیلی شایع هست، حدود 34% دیده میشه. آی تی پی یا ایمیون ترومبوسایتوپنی هم در این بیماران دیده میشه و بیماری های ایمیون بافت کلیوی هم در این بیماران دیده میشه. اختلالات تیروئید میگن تا 60 ماه بعد از تجویز دارو هم، بعد از شروع داروی آلمتوزومب هم در بیماران دیده میشه. از اختلالات تیروئید ما بیشتر بیماری‌های اوتوایمیونی که هایپرتیروئیدیسم هستن با تظاهرات هایپرتیروئیدی رو ما در مورد این دارو بیشتر از اختلالات هایپوتیروئیدی می‌بینیم. یعنی حدود 79% از بیماران علائم هایپرتیروئیدی و بیماری گریوز رو نشون میدن و حدود 21% از بیماران علائم هایپوتیروئیدی رو نشون میدن. خب بیمارانی که در واقع آلمتوزومب رو مصرف میکنن، نگرانی دیگه‌ای که وجود داره ریسک کانسر است. ریسک کانسر ملانوم و کانسر تیروئید جزء کانسرهایی هستن که با شیوع بیشتری در مورد بیمارانی که داروی آلمتوزومب رو دریافت میکنن دیده میشه. اما اختلالات مثلا لنفوپرولیفراتیو هم در مورد بیمارانی که آلمتوزومب رو دریافت میکنن در مورد این دارو دیده شده. خب یکی از نگرانی ها در مورد آلمتوزومب چون ایمونوساپرسور هست، بروز عفونت های ناشی از آلمتوزومب است. انواع و اقسام عفونت ها از عفونت های ادراری، عفونت های تنفسی، عفونت ناشی از ویروس ها و عفونت های قارچی در مورد بیمارانی که داروی آلمتوزومب رو دریافت می کنند دیده شده. یکی از عفونت هایی که خیلی شایع در مورد آلمتوزومب دیده میشه
عفونت‌های ویروسی هستن و به همین دلیل توی خیلی از بیماران به صورت پروفیلاکسی میان داروی ضد ویروس مثل آسیکلوویر رو برای بیمار شروع میکنن. حالا تا چه زمانی بعد از تجویز دارو ادامه بدن داروی ضد ویروس رو؟ میگن تا 2 ماه بعد از در واقع از روز اول شروع درمان با آلنتوزومب داروی ضد ویروس رو هم به صورت پروفیلاکسی شروع میکنن، تا 2 ماه بعد از تجویز داروی آلنتوزومب یا تا زمانی که CD4 ها به بیشتر از 200 تا سل در میکرولیتر برسن میگن که داروی آسیکلوویر رو برای بیماران به منظور پروفیلاکسی از عفونت های ویروسی ادامه بدن.